شاهنامه داستان تاریخ دریای داستان با درود به شما شنوندگان گرامی و آرزوی روزگاری بی رنج برای شما نیکان در این سرای سپنج در قسمت‌های قبل از تقسیم جهان توسط فریدون گفتیم و دوپار شدن جهان با این عمل تبدیل جهان یگانه به جهانی دوگانه ایجاد و تقابل خیر و شر و شباهت اون به داستان زروان خدای زمان و خلق اهورا و اهریمن از دیو آز گفتیم و نکوهش اون در ادبیات ما به صورت کلی و از تفاوت دیدگاه فردوسی به دیو آس در شاهنامه بعضی دیوها در اشکال و هیئت‌های متفاوت انسانی یا اهریمنی ظاهر میشن مانند ارژنگ دیو، بید، سنجه، اکوان دیو، دیو سفید و بعضی دیوها به صورت خصلت زشت و ناپسند انسانی ظاهر میشن مانند آز، شهوت، کین، دروغ. اما از میان همه این دیوها آز از همه شومتر و بدتره. تأثیر و سایه اون از پیدایش جهان تا انتها در تمام داستانها پیداست. آز انگیزه زیاد خواهی است. این دیو شر محض است به طوری که بزرگترین پهلوانان مثل رستم نیز از شر اون در امان نیستن که البته در آینده به تقابل و درگیری رستم با دیو آز خواهیم پرداخت دیو آز هر چیزی رو میبلعه و وقتی که چیزی پیدا نکنه شروع به خوردن خودش میکنه پس آز برای زنده موندن و بودن نیاز به بدی و زشت رفتاری در جهان داره مردنی نیست مگر با خردورزی و نیک رفتاری در این داستان فریدون و فرزندانش هم شاهد هستیم که دیو آز باعث پیدایش و شروع برادرکشی در تاریخ میشه سلم و تور آزمند برادر بخرد و صلح طلب خودشون ایرج رو صرفاً به خاطر زیاد خواهی میکشند و این چرخه تلخ تاریخی برادرکشی رو به چرخش میندازد همه تلخی از بحر بیشی بود مبادا که با آز خیشی بود ایرج به دست برادران کشته میشه از دختر ایرج ماه آفرید منوچر به دنیا میاد منوچر وارث سلطنت از طریق مادرش هست قبلا یادآور شدیم که این نکته جایگاه زن رو در دوران باستانی ما متذکر میشه این رو در گفتگوی رد و بدل شده بین منوچهر و تور می‌بینیم. منوچهر در پاسخ تقنه تور به قباد راجع به پسر نداشتن ایرج و ادعای پادشاهی خودش پاسخ میده که فقط ابلهان و نادانان چنین می‌اندیشند. اگر دختر آمد ز ایرج نژاد تو را تیغ و گوپال و جوشن که داد؟ منوچهر خندید و گفتانگهی که چونین نگوید مگر ابلهی اجازه بدید اینجا یک پرانتز باز کنم و بعدا مجددا برمیگردیم به ادامه داستان اگر انسان رو جهان کوچک فرض کنیم جهانی با تمام نیکی و بدی های موجود در اون با توجه به این داستان به رمز و راز درونی عواطف خوب و بد خودمون راحت تر پی میبریم وقتی انسان جهان کوچک شده فرض بشه با توجه به گفتارهای قبل متوجه میشیم که هر انسان در ذات خودش خیر و شر رو داره اهورا و اهریمن رو با هم داره ایرجی در نهادش هست و سلم و توری آمیخته ایست از خرد و آز جغرافیای روح آدم تشکیل شده از ایران و توران وقتی به این دوگانگی ذات بشر باور پیدا کنیم که هر دو پاره خیر و شر ذاتی و فطری بشر هست لاجرم به این نتیجه خواهیم رسید که تا انسان زنده هست از دیو آز و سایر دیوان اهریمنی رهایی نداره و با قفلت از اونها و فراموش کردن خردورزی وارد دنیای اهریمنی میشه پیشتر پرسیدیم که چرا فریدون زحاک رو نمیکشه؟ زحاک در دل کوه دماوند به بند کشیده میشه. ایران مهد خوبی است و دماوند در استور معوای خردمندان. اسارت زحاک پادشاه اهریمنی و بدیها در دل دماوند شاید اشاره ای باشه به اینکه بدی و شر در ذات بشر و دنیا وجود داره. جزئی از کل ما و هستی و جهان هست چاره کار کشتار و قتل انسان و قطع عضو نیست بلکه چاره خردورزی و هوشیاری و داد هست و بس انسان خود جهان است و ایران و توران نماد خیر و شر روشنایی و تاریکی دانش و جهل و فردوسی بسیار خردمندانه و نبوغامیز مسائل مبتلا به همیشگی بشر رو مطرح میکنه و نه صرفا مسائل یک کشور یا یک نژاد رو اصولا جهان و داستان و قهرمان شاهنامه یک دست تماما سیاه یا تماما سفید نیستند کل شاهنامه عرصه رویارویی جنگ و کشاکش این دو نیروست شاید این تقابل و جنگ ها رو هر جور با هر عنوان بشه نگاه کرد و تفسیر کرد اما به هیچ عنوان رنگ و انگ نجات پرستی به اونها نمی چسبه که می بینیم منشأ کل جنگ ها جنگ و نبرد بین برادران خونی از یک پدر هست جنگ بین ایرج نیای ایرانیان است و برادرانش سلم و تور این واقع گرایی خردمندانه و به دور است از تعصب و نجات پرستی یکی از رموز ماندگاری این اثر یعنی شاهنامه فردوسی است. برگردیم به ادامه داستان منوچر با پهلوانان ایرانی قارون، شاهپور، شیدوش، سام و باقی پهلوانان به کینخواهی جد خودش ایرج به جنگ سلم و تور میره مفهوم ایران به عنوان کشور از زمان زحاک شروع میشه و از داستان ایرج به تدریج وارد داستان ها میشه به تعبیری از اسطوره مس به سایه روشنهای استوره و تاریخ وارد میشیم. یکی از نشانه های خردگرایی فردوسی همین نشانه های دقیق دادن از جنگ و نحوه وقوع آنهاست. دقیق به معنای تاریخی اون و امکان اون در تاریخ. پیشتر گفتیم که فردوسی داستانهای تاریخی و پهلوانی رو از هزار سال پیش از طریق کتابها و منابعی که در دست داشته نوشته. این تاکید فردوسی و دقت اون بر نام سپهداران و پهلوانان در این جنگ و یا سایر جنگها، اعلام تعداد لشکریان هر کدام آرایش و تعداد و نحوه صف بندی سواران و پیلان اینکه هر کدام از چه منطقی هستند چگونه وارد کارزار میشن از کوه به دشت یا مثلا از بیش زار وارد میشن سازهای جنگی و محل استقرار اونها و و و شاید در نظر اول بیشتر فضاسازی و تکنیک های شاعری برای جذابیت بیشتر داستان به نظر بیاد و آشنایی فردوسی رو با فنون جنگی نشون بده و نبوغ و هنر شاعری و توانایی اون رو در به تصویر کشیدن این صحنه های عظیم به نمایش بذاره اما وقتی تأکید خودش بر اینکه این اثر افسانه و دروغ نیست و کتابی تاریخی از گه باستان هست رو به یاد بیاریم و بدونیم که بعضی از مهرهای سپهسالاران سالاران ایرانی در مناطقی از ایران کشف شده که در هیچ کتاب و مأخذ تاریخی نامی از اون سپه برده نشده جز در شاهنامه و در همان استان یا اقلیم ذکر شده در شاهنامه این مهر پیدا شده اون وقت به سعی بسیار فردوسی در اقلایی کردن و واقعی کردن داستانها و خردگرایی و تأکیدش بر خردورزی پی میبریم. از این داستان به بعد کم کم استوره ها از خدا پهلوان به پهلوان انسان تغییر می کنند. مکان ها واقعی تر و دقیق تر می و وقایع به سمت تاریخی شدن پیش میره. سلم و تور از گرد آمدن لشکر ایران آگاه میشن و با هم رایزنی می کنند. یکی از معضلات همیشگی جوامع و نسل ها گسست فرهنگی بین دو نسل است. ما بین نسل جوان و نسل گذشته جامعه هر دو به یک زبان صحبت می کنند. اما انگار که زبان هم رو نمیفهمند. بزرگان سعی در انتقال تجربه از طریق مشورت و پند دارند و جوانان کوش بسته بر دهان گذشتگان و بزرگان نگاه می کنند. اما بیتی در این داستان هست که انگار دشمنان فرهنگی جامعه از زمان سلم و تور به این رمز آگاه بودند که اگر چون این گسستی از بین بره و جوانان با بزرگان خود رایزن بشند کیمیای سعادت و خوشبختی به دست خواهد آمد و به درستی از چنین اتفاقی بیمناکند آنجا که از منوچهر و فریدون سخن میگن نبیره چو شد رای زنبانیا از آنجا گه بردمد کیمیا بعد از کشته شدن تور و سلم و فرستاده شدن سر اونها به نزد فریدون دوباره به ابیاتی برمیخوریم که تأکید و تأییدی بر ضد جنگ بودن این اثر است فرستاده آمد رخی پرز شرم دو چشم از فریدون پر از آب گرم که چون برد خواهد سر شاه چین بریده بر شاه ایران زمین که فرزند گر سر به پیچت زدین پدر را بدو مهر افسون زکین بیامد فرستاده ی شوخ روی سر تور بنهاد در پیش اوی کرانه گزید از بر تاج و گاه نهاده برای خود سر هر سشا پر از خون دل و پر گریه دروی چون این تا زمان سر آمد بروی فریدون شد و نام از او ماند باز بر آمد بر این روزگار دراز منوچهر فریدون رو به رسم شاهان دفن میکنه خود بعد از یک هفته ازاداری به تخت شاهی می نشینه. در ابتدا خصلت های خودش رو به روشنی و بزرگی یاد میکنه از خشم و قدرت جنگاوری خودش میگه و اینکه در عین حال دادگر و مهر پرور هست اما در پایان بر خلاف بسیاری از شاهان خودش رو سایه خدا نمیدونه و خودش رو بنده خدا معرفی میکنه ابا این هنرها یکی بنده هم جهان آفرین را پرستنده هم. دین و آین خودش رو حمایت از فقرا و مردم زحمتکش و عزیز شمردن مردم مملکت میدونه و هر کسی که باعث رنج و ذلت مردم بشه و از رنج مردم گنج فراهم کنه رو کافر میخونه و میگه که به جنگ با اونها خواهد رفت هر کس که در هفت کشور زمین بگردد زراح و بتابد زدین نماینده رنج درویش را زبون داشتن مردم خیش را برافراختن سر به بیشی و گنج برنجور مردم نماینده رنج همه نزد من سر به سر کافرند و ظاهر من بدکنش بدترند هران کس که او جز بر این دین بود ز یزدان و از منش نفرین بود و از آن پس به شمشیر یازم دست کنم سر به سر کشور و مرز پس به این داستان برادرکشی تاریخیمون گوش کنیم اگر بر شما دام و دد روز و شب همی گریدی نیستی بس عجب که از بیشه نارون تا به چین سواران جنگند و مردان کین درفشیدن تیغای بنفش چو بینید با کاویانی درفش بدرد دل و مغزتان از نهیب بلندی ندانید باز از نشیب قباد آمد آنگه به نزدیک شاه به گفتان چه بشنید از آن رزم خواه منوچهر خندید و گفتان گهی که چونی نگوید مگر ابلهی سپاس از جهاندار هر دو جهان شناسنده آشکار و نهان که داند که ایرج نیای من است فریدون فرخ گوای من است کنون گر به جنگ اندراریم سر شود آشکارا نژاد و گهر به زور خداوند خورشید و ماه که چندان نمانم ورا دستگاه که بر هم زند چشم زیر و زبر بریده به لشکر نمایمش سر بفرمود تا خان بیاراستند نشستن گه رود و می خواستند به دانگه که روشن جهان تیره گشت طلای پراگنده برگرد دشت به پیش سپه قارن زن عبا رای شاه یمن خروشی برآمد ز پیش سپاه که ای نام داران و مردان شاه بکوشید که این جنگ آهرمن است همان درد و کین است و خون خستن است میان بسته دارید و بیدار بید همه در پناه جهاندار بید کسی کو شود کشته زین رزمگاه به هشتی بود شست پاک از گناه هر کس که از لشکر چین و روم بریزند خون و بگیرند بوم همه نیک نامند تا جاودان بمانند با فره موبدان هم از شاه یا بند دیهی متخت ز سالار زر و ز دادار بخت چو پیدا شود پاک روز سپید دو بهره به پیماید از چرخ شید ببندید یک سرمیان یلی ابا گرز و با خنجر کابلی بدارید یک سر همه جای خیش یکی از دیگر پای منهید پیش سران سپه مهتران دلیر کشیدند صف پیش سالار شیر به سالار گفتند ما بنده ایم خودن در جهان شاه را زنده ایم چو فرمان دهد ما همیدون کنیم زمین را ز خون رود جیهون کنیم سوی خیمه خیش باز آمدند همه با سری کین ساز آمدند سپیده چو از تیر شب بردمید میان شب تیران در خمید منوچهر برخواست از قلبگاه عبا جوشن و تیغ و رومی کلا سپه یک سر نعره برداشتند سنانها به ابرندر افراشتند پر از خشم سر ابروان پرز چین همی برنوشتند روی زمین چپ و راست و قلب و جناه سپاه بیا راست لشکر چوبایست شاه زمین شد به کردار کشتی براب تو گفتی سوی غرق دارد شتاب بزد مهره بر کوه جند پیل زمین جنب جنبان چو دریای نیل همان پیش پیلان تبیر زنان خروشان و جوشان و پیلان دمان یکی بزمگاه هست گفتی به جای ز شیپور و نالیدن کرنای درفتند از جای یک سر چو کوه دهاده برآمد ز هر دو گروه بیابان چو دریای خون شد درست تو گفتی که روی زمین لاله رست پی پیلان به خون اندرون چنان چون ز بیجاده باشد ستون همه چیرگی با منو چهر بود که از او مغز گیتی پر از مهر بود چنین تا شب تیره سر کشید درخشند خورشید شد ناپدید زمانه به یکسان ندارد درنگ گهی شهد و نوش است و گاهی شرنگ دل تور و سلمن در آمد به جوش به راه شبی خون نهادند گوش چو شب روز شد کس نیامد به جنگ دو جنگی گرفتند ساز درنگ چو از روز رخشنده نیمی برفت دل هر دو جنگی زکینه بتفت به تدبیر یک با دگر ساختند همه رای بیهوده انداختند که چون شب شود ما شبی خون کنیم همه دشت و هامون پر از خون کنیم چو کاراگهان آگهی یافتند دوان زی منوچهر بشتافتند رسیدند پیش منوچهر شاه به گفتند تا برنشاند سپاه منوچهر بشنید و بکشاد گوش سوی چاره شد مرد بسیار هوش سپاه را سراسر به قارن سپرد کمینگاه بگزید سالار گرد ببرد از سران نامور سی هزار دلیران و گردان خنجرگزار کمینگاه را جای شایسته دید سواران جنگی و بایسته دید چو شب تیره شد تور با صد هزار بیامد کمربسته کارزار شبی خون سگالیده و ساخته به پیوسته تیر و کمان آخته چو آمد سپه دید بر جای خیش درفش فروزنده بر پای پیش جز از جنگ و پیکار چاره ندید خروش از میان سپه برکشید ز گرد سواران هوا بست میغ چو برق درخشنده پولاد تیغ هوا را تو گفتی همی برفروخت چو الماس روی زمین را بسوخت به مغزندرون بانگ پولاد خواست به ابرندرون آتش و باد خواست برآورد شاه از کمینگاه سر نبود تو را از دروی گذر انان را بپیچید و برگاشت روی برآمد لشکر یکی های هوی دمان از پسی در منوچهر شاه رسیدن در آن نامور چین خواه یکی نیزه انداخت بر پشت او نگونسار شد خنجر از مشت او ز زین بر گرفتش به کردار باد بزد بر زمین داد مردی بداد سرش را همانگه ز تن دور کرد دد و دام را از تنش سور کرد بی آمد به لشکرگه خیش باز به دیدار آن لشکر سرفراز به شاه فریدون یکی نامه کرد ز مشک و ز انبر سر خامه کرد نخست از جهان آفرین کرد یاد خداوند خوبی و پاکی و داد سپاس از جهاندار فریاد رس نگیرد به سختی جزو دست کس دگر آفرین بر فریدون برز خداوند تاج و خداوند گرز همش داد و هم دین و هم فرهی همش تاج و هم تخت شهی همه راستی راست از بخت اوست همه فر و زیبایی از تخت اوست رسیدم به خوبی به توران زمین سپه بر کشیدیم و جستیم کین سه جنگ گران کرده شد در سه روز چه در شب چه در هور گیتی فروز از ایشان شبی خون و از ما و کمین کشیدیم و جستیم هر گونه کین شنیدم که ساز شبیخون گرفت ز بیچارگی بند افسون گرفت کمین ساختم از پس پشت اوی نماندم به جز باد در مشت اوی یکا یک چو از جنگ برگاشت روی پیندر گرفتم رسیدم به دوی به خفتانش بر نیزه بگذاشتم به نیرو از آن زینش برداشتم بیانداختم چون یکی اجده ها بریدم سرش از تن بیبه ها فرستادم اینک به نزد نیا بسازم کنون سلم را کیمیا چنان چون سر ایرج شهریار به تابوت زر اندرفگند خار به نام درون این سخن کرد یاد هیونی برفکند بر سان باد فرستاده آمد رخی پرز شرم دو چشم از فریدون پر از آب گرم که چون برد خواهد سر شاه چین بریده بر شاه ایران زمین که فرزند گر سر به پیش از دین پدر را به دو مهر افزون زکین گنه بس گران بود و پوزش نبرد و دیگر که کینخواه او بود گرد بیامد فرستاده شوخ روی سر تور دنهاد در پیش اوی فریدون همی بر منوچهر بر یکی آفرین خواست از دادگر به سلم آگهی رفت از این رزمگاه و آن تیرگی کندر آمد به ما پس پشتشان در یکی حسن بود براورد سر تا به چرخ کبود چنان ساخت کاید بدان حسن باز که دارد زمانه نشیب و فراز همین یک سخن قارن اندیشه کرد که برگاشتش سلم روی از نبرد کلانی دژش با آرامگاه سزد گر برو بر بگیریم را که گر حسن دریا شود جای اوی کسی نکسلاند زبون پای اوی یکی جای دارد سرن در صحاب به چاره برآورده از قعر آب نهاده زهر چیز گنجی به جای فگنده بر او سای پر همای مرا رفت باید بدین چاره زود رکاب و انان را بباید بسود اگر شاه بیند ز جنگاوران به کهتر سپارت سپاهی گران همان با درفش همایون شاه هم انگشتر تور با من به راه بباید کنون چاره ساختن سپه را به حسنن در انداختن منو گرد گرشاس با این تیر شب بر این راز برباد مکشای لب چون روی هوا گشت چون آب نوس نهادند بر کوه پیل کوس همه نامداران پرخاش جوی ز خشکی به دریا نهادند روی سپه را به شیروی بسپرد و گفت که من خیشتن را بخواهم نهفت شوم سوی دژبان به پیغمبری نمایم به دو مهر انگشتری چو در دش شوم بر فرازم درفش درفشان کنم تیغهای بنفش شما روی یک سر سوی دژ نهید چنان کندر آیید دمید و دهید سپه را به نزدیک دریا بماند به شیروی شیروژن و خود براند بیامد چون نزدیکی دژ رسید سخن گفت و دژدار مهرش بدید چنین گفت که از نزد تو را آمدم بفرمود تا یک زمان دم زدم مرا گفت شو پیش دژبان بگوی که روز و شب آرام و خوردن مجوی کزیدر درفش منوچهر شاه سوی دژ فرستد همی با سپاه تو با او به نیک و به بد یار باش نگهبان دژ باش و بیدار باش چو دژبان چنین گفت ها را شنید همان مهر انگشتری را بدید همان گه در دژ گشادند باز بدیداش کارا ندانست راز نگر تا سخنگوی دهقان چه گفت که راز دلان دید کو دل نهفت مرا را بندگی پیش باد ابا پیشمان من نیز اندیشه باد به نیک و به بد هرچه شاید بودن به باید همی داستانها زدن چو دژدار و چون قارن رزم جوی یکا یک به رویان درآورد روی یکی بد سگال و یکی ساده دل سپه بد به هر چاره آماده دل همی جوستان روز تا شب زمان نه آگاه دژدار از آن بدگمان به بیگان بر مهر خیشی نهاد بداد از گذافه سر و دژ به باد چو شب روز شد قارن رزم خواه درفشی برافراخت چون گرد ماه خروشید و بنمود یک یک نشان به شیروی و گردان گردن کشان چو شیروی دیدان درفش یلی به کین روی بنهاد با پردلی در حسن بگرفت و اندر نهاد سران راوز خون بر سرف سر نهاد به یک دست قارن به یک دست شیر به سرگرز و تیغ آتش و آب زیر چو خورشید بر تیغ گنبد رسید نه آیین دژ بود نه دژبان پدید نه دژ بود گفتی نه کشتی براب یکی دود دیدی سرندر در صحاب درخشیدن آتش و باد خواست خروش سواران و فریاد خواست چو خورشید تابان ز بالا بگشت چه آن دژ نمود و چان پهندشت بکشتند از ایشان فزون از شمار همی دود از آتش برآمد چو قار همه روی دریا شده قیرگون همه روی صحرا شده جوی خون تهی شد زکینه سر دار گریزان همی رفت سوی حصار پس در سپاه منوچهر شاه دمان و دنان برگرفتند راه چو شد سلم تا پیش دریا کنار ندیدان چه کشتی بر آن گذار چنان شد زپس کشته و خست دشت که پوینده را راه, راه دشوار گشت پر از خشم و پرکینه سالار نو نشست از بر چرمه تیز رو بی افگند بر گستوان و بتاخت به گرد سپه چرمن در نشاخت رسیدان گهی تنگ در شاه روم خروشید کی مرد بیداد شوم بکشتی برادر ز بحر کلاه کله یافتی چند پویی راه کنون تاجت آوردم شاه و تخت به بار آمدان خسروانی درخت ز تاج بزرگی گریزان مشو فریدونت گاهی بیاراست نو درختی که پروردی آمد به بار بیابی هم اکنون برش در کنار اگر بار خار است خود کشته ای و اگر پرنیان است خود رشته ای همی تاخت اسپن در این گفتگوی یکا و یک به تنگی رسیدن دروی یکی تیغ زد زود بر گردنش به دو نیمه شد خسروانی تنش بفرمود تا سرش برداشتند به نیزه به ابرندر افراشتند بماندند لشکر شگفتند دروی از آن زور و آن بازوی جنگ جوی. همه لشکر سلم همچون رمه که بپراگند روزگار دمه برفتند یک سر گروه ها گروه پراگنده در دشت و دریاب و کوه یکی پرخرد مرد پاکیز مغز که بودش زبان پرز گفتار نغز بگفتند تا زی منوچهر شاه شود گرم و باشد زبان سپاه بگوید که گفتند ما کهتریم زمین جز به فرمان او نسپریم گروهی خداوند بر چار پای گروهی خداوند کشت و سرای سپاهی بدین رزمگاه آمدیم نبر آرزو کین خواه آمدیم کنون سر به سر شاه را بندیم دل و جان به مهر وی یاگنده ایم گرش رای جنگ است و خون ریختن نداریم نیروی آبیختن سران یک سره پیش شاه آوریم بر او سر بیگناه آوریم براند هران کام کورا هواست بر این بیگنه جان ما پادشاست ده گفت این سخن مرد بسیار هوش سپهدار خیره به دوداد گوش چنین داد پاسخ که من کام خیش به خاک بر کشم نام خیش هر آن چیز کان نظره ایزدی است از آهرمنی گرز دست بدی است سراسر زدیدار من دور باد بدی را تن دیو رنجور باد شما گر همه کینه منید و گر دوست دارید و یار منید چو پیروز گرداد من دستگاه گناهکار پیدا شد از بیگناه کنون روز داد است بیداد شد سران را و سر از کشتن آزاد شد همه مهر جوید و افسون کنید ز تن آلت جنگ بیرون کنید خروشی برآمد ز پرده سرای که ای پهلوانان فرخنده رای از این پس به خیر مریزید خون که بخت جپا پیشگان شد نگون همه آلت لشکر و ساز جنگ ببردن نزدیک پور پشنگ سپه بد منوچهر بنباختشان برانداز اندازه بر پایه ساختشان سوی دش فرستاد شیروی را جهان دید مرد جهانجوی را بفرمود کان خواسته برگرای نگه کن همه هرچه یابی به جای به پیلان گردون کشان خواسته به درگاه شاه ها برا راسته به فرمود تا روین و نای زدند و فروهشت پرد سرای سپه راز دریا به هامون کشید زهامون سوی آفریدون کشید چو آمد به نزدیک تمیش باز نیا را به دیدار او بود نیاز برآمد ز در ناله کرنای سراسر به جنبید لشکر ز جای همه پشت پیران ز پیروز تخت بیاراست سالار پیروز وقت چه با مهد زرین به دیوای چین به گوهر بیاراسته همچنین چه با گونه گونه درفشان درفش جهانی شده سرخ و زرد و بنفش ز دریای گیلان چو ابر سیاه دوما دوم به ساری رسیدان سپاه چو آمد به نزدیک شاهان سپاه فریدون پذیره بیامد راه همه گیل مردان چو شیر یله عباطوق زرین و مشکین کله پس پشت هندر ایرانیان دلیران و هر یک چو شیر جیان، به پیش سپاهندرون پیل و شیر پس جند پیلان یلان دلیر درفش درفشان چو آمد پدید سپاه منوچه صف برکشید پیاده شد از بار سالار نو درخت نوایین پر از بار نو زمین را ببوسید و کرد آفرین بران تاج و تخت و کلاه و نگین فریدونش فرمود تا برنشست ببوسید و بسترد رویش به دست پسانگه سوی آسمان کرد روی که ای دادگر داور راست روی تو گفتی که من دادگر داورم به سختی ستم دیده را یاورم همم داد دادی و هم داوری همم تاج دادی هم انگشتری بفرمود پس تا منوچهر شاه نشست از بر تخت زر با کلاه سپهدار شیروی با خاسته به درگاه شاه آمد آراسته بفرمود پس تا منوچهر شاه ببخشید یک سر همه با سپاه چو این کرده شد روز برگشت بخت به پجمورد برگ کیانی درخت کرانه گزید از بر تاج و گاه نهاد بر خود سر هر شاه پر از خون دل و پر ز گریه دروی چنین تا زمان سر آمد بروی فریدون شد و نام از او ماند باز برآمد بر این روزگار دراز همان نیک نامی به راستی چه کرده ای پسر سود بر کاستی منوچهر بنهاد تاج کیان به زنار خونین به بستش میان برای این شاهان یکی دخمه کرد چه از زر سرخ و چه از لاش برد نهادند زیرن درش تخت آج بیابیختند از بر آج تاج به پدرود کردنش رفتند پیش چنان چون بود رسم آین و کیش در دخم بستند بر شهریار شدان ارجمند از جهان زار و جهان آ سراسر و سر فسوسی و باد به تو نیست مرد خردمند شاد منوچهر منوچهر یک هفته با درد بود دو چشمش پراب و رخش زرد بود به هشتم بیامد منوچهر شاه به سر بر نهادان کیانی کلاه همه پهلوانان روی زمین بر او یک سر خاندند آفرین چو دیهیم شاهی به سر جهان را سراسر همه مجد داد به داد و به آین و مردانگی به نیکی و پاکی و فرزانگی منم گفت بر تخت گردان سپهر همم خشم و جنگ است و هم داد و مهر زمین بنده و چرخ یار من است سر تاج داران شکار من است همم دین و هم فره ایزدی است همم بخت نیکی و هم بخردی است شب تار جوگنده یکین منم همان آتش تیز برزین منم خداوند شمشیر و زرین کفش فرازنده کاویانی درفش فروزنده میغ و برنده تیغ به جنگ جان ندارم دریغ گه بزم در یاد و دست من است دم آتش از برنشست من است بدان را بد دست کوتاه کنم زمین را به کین رنگ دیبه کنم گراگند گرز و نماگند تاج فروزنده ملک بر تخت آج ابا این هنرها یکی بندم جهان آفرین را پرستندم همه دست بر روی گریان زنیم همه داستان ها یزدان زنیم که او تاج و تخت است از اویم سپاه از اویم سپاس و بدویم پناه به راه فریدون فرخ رویم نیامان کهن که بود گرما نویم هر آن کس که در هفت کشور زمین بگردد ز راه و بتابد ز دین نماینده رنج درویش را زبون داشتن مردم خیش را برافراختن سر به بیشی و گنج به رنجور مردم نماینده رنج همه نزد من سر به سر کافرند و ظاهر من بدکنش بدترند هر آن کس که او جز بر این دین بابد ز یزدان و از منش نفرین بابد و آن پس به شمشیر یازیم دست کنم سر به سر کشور و مرز پست همه پهلوانان روی زمین منوچه را خاندند آفرین که فرخنیای تو ای نیک خواه تو را داد شاهی و تخت و کلاه تو را باد جاوید تخت ردان همان تاج و هم فره موبدان دل ما یکا یک به فرمان توست همان جان ما زیر پیمان توست جهان پهلوان سام بر پای خواست چنین گفت کی خسرو به داد راست ز شاهان مرا دیده بر دیدن است ز تو داد و ز ما پسندیدن است پدر بر پدر شاه ایران تویی گزین سواران و شیران تویی تو را پاکی از نگهدار باد دلت شادمان بخت بیدار باد تو از باستان یادگار منی به تخت کی بر منی به رزمندرون شیر پاگندی، به بزمندرون شید تابندی. زمین و زمان خاک پای تو باد همان تخت پیروزه جای تو باد تو شستی به شمشیر هندی زمین به آرام بنشین و رامش گزین از این پس همه نوبت ماست رزم تو را جای تخت است و شادی و بزم شوم گرد گیتی برایم یکی ز دشمن به بند آورم اندکی مرا پهلوانی نیای تو داد دلم را خرد مهر و رای تو داد برو آفرین کرد بس شهریار بسی دادش از گوهر شاهوار چو از پیش تختش گرازید سام پسش پهلوانان نهادند گام خرامید و شد سوی آرامگاه همی کرد گیتی به آین و راه در ادامه داستان منوچهر میرسیم به داستان سام نریمان و زال دستان قبل از اینکه به خود داستان بپردازیم باید مطلبی را عرض کنم باور به استوره مربوط به جهان بینی و افکار و آین های کوهن هست در این جهان بینی ها قسمت اعظم درک و شناخت باورهای استورهی بوده و به ظاهر و کالبد استوره اعتقاد و باور داشتند و نه به تفسیر و تعویل و معانی استوره ها. با پیشرفت خرد و علوم تجربی و ارزشمند شدن عقل و دانش که خود به دلیل تغییراتی بوده که ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و دینی در جوامع داشتند جریانهای استور ستیزی و استور زدایی به تدریج شکل میگیره این جریان ها ها رو به عنوان سخنانی نابخردانه و پریشان و هزیانی نگاه می کنن. اما در مکاتب مختلف جدید به اسطوره به عنوان نوعی شناخت فراتر از عقل تجربی نگاه میشه و اسطوره‌شناسی شناسی رونق پیدا میکنه و به تبع اون روانشناسی، جامعه شناسی، دینشناسی و سایر علوم و مکاتب به اسطوره پرداختند. و اون رو به شکلی نمادین نگاه کردند و به اون پرداختند. از طرفی چون اصولا نماد و سمبل ذاتا دارای ویژگی تفسیرپذیری پذیری و تعویل پذیری هست به ناچار هر کدام از این علوم و مکاتب از منظری متفاوت به استوره نگاه کردند. ادهی چون فروید آنها رو بیان نمادین اقده های روانی و سرکوب شده می دونند و دسته ای چون یونگ استوره رو بیان کهن الگوهای مشترک در ناخودآگاه انسان می دونند. این مکاتب نه مثل دسته اول صرفا به ظاهر و کالبد استوره معتقد هستند و نه مثل دسته دوم کلن استوره رو حرف های هزیانی و بیمعنی به حساب میارند بلکه سعی در کاوش در لایه های تو در توی استوره دارند و شناخت سمبول ها و معانی اونها به عبارتی بین دو موضع سیاه و سفید امکار محص یا قبول و باور صرف و ظاهری دست به دامن خرد زدند و سعی در درک مفاهیم و شناخت لایه های پنهانی استوره کردند. این نگاه پست مدرن و امروزی به استوره رو ما در هزار سال پیش در شاهنامه فردوسی می بینیم. از این نظر شاهنامه واقعا اثری بی بدیل هست. این تأکید و تکرار من بر تاریخ سرایش شاهنامه به این دلیل هست که گاهن اینقدر دیدگاه و حرف های فردوسی امروزی و مدرن به نظر میاد که فراموش میکنیم داریم از اثر و اندیشمندی در هزار سال پیش سخن میگیم و این فراموشی ناخداگاه باعث میشه از ارزش و اهمیت و خردمندی فردوسی در ذهن ما کاسته بشه او به اهمیت استوره پی برده و به لایه لایه بودن اونها و تعویل پذیری و معنای تو در توی اونها باور داشته و از طرفی بسیار خردگراست پیشتر گفتیم که در آغاز کتاب بلا فاصله بعد از ستایش خداوند به ستایش خرد می و در کل اثر از خرد و خردمندی می و خرد رو ستایش میکنه با زبان سمبولیک و رمزگونه استوره رو بیان میکنه و آشکارا به این رمزگونه بودن گفتارش اشاره میکنه با نبوغی عجیب پیوندی عمیق بین خرد و استوره به وجود میاره به طوری که یکی از خردمندان ترین متون فارسی شاهنامه فردوسی است و در عین حال کتابی و منبعی استوره است خرد در شاهنامه نیروی تشخیص نیکی از بدی و خیر از شر است فرافرق ای و نژادی است و استوره که روایت رمزگونه جهانبینی مقدس است حاصل پیوند خرد و طبیعت و ناخداگاه جمعی انسان هاست. ها بسیاری از شخصیت ها شاهان و پهلوانان شاهنامه حاصل پیوند خرد و استوره هستند و از میان اونها زال نمونه اعلای این پیوند هست او پسر سام پادشاه زابل است و پای تخت سام نیم روز سام پسر نریمان است و از تبار گرشاس پهلوان استوره ای ایران و جد رستم جهان پهلوان ایران با این مقدمه اکنون بریم به سراغ داستان سام و زال سام سالیان سال هیچ فرزندی نداشته و پس از سالها صاحب فرزند پسری میشه که این پسر با موهایی تماما سپید به دنیا میاد اطرافیان سام چون که این سپید مویی رو نشانهای بد و اهریمنی میدونستند جرأت نمی کنند که خبر زاده شدن پسرش با موی سپید رو به سام بدند بعد از یک هفته یکی از خدمتگزاران جرأت میکنه و خبر رو به سام میرسونه سام با شنیدن این خبر آزرد دل و بسیار ناراحت میشه از بیم حرف بزرگان و سران کشور چایند و پرسند گردن کشان چه گویم از این بچه بد نشان چه گویم که این بچه دیو چیست پلنگ و درنگ است و گرنه پریست دستور میده که زال رو به معوا و خانه سیمرغ یعنی البرز کوه ببرند و آنجا رهاش کنند در اسطوره های باستانی ما البرز معوا و محل خردمندان است و اصولا البرز کوهی اسطوره است سیمرغ خود از اسطوره های خرد هست و پلی بین خرد مینوی و خرد این جهانی زال نیز سمبل خرد هست شاید اولین نشانه خرد در زال رو همین عیب اون بشه دونست یعنی سپید مویی کودکی با موی سپید یا به عبارتی جوانی در هیئتی پیر کسی سام را است گفت که فرزند پیر آمد از خوب جفت اما به تعبیری آنچه را سام و دیگران عیب و ننگ میشمردند رو میش از مراتب بالای انسانی برشمرد اینکه کسی در جوانی دارای پختگی پیران و بزرگان باشه گویی خرد در زال تجسم پیدا میکنه در آین مهری آخرین مرحله کمال پیر هست پیر از کلمه پدر و تغییر یافته اون هست و در رمز گشایی یونگ پدر سمبل خرد و تفکره یونگ تجربه مرگ نمادین رو برای رسیدن به کمال ضروری میدونه و اون رو سرآغاز پختگی میدونه گذاشتن زال در کوهستان و آشیانه سیمور و ترد اون شاید به نوعی آزمون مرگ در زندگی باشه که از مراحل کمال در آین مهر پرستی است. از طرفی میدونیم که انسان دو نوع عمر داره یکی عمر به اصطلاح شناسنامه ای اون هست و یکی عمر تاریخی اون سن شناسنامه ای ما از تاریخ تولدمون محاسبه میشه اما سن تاریخی ما سنی نیست به قدمت تاریخ و فرهنگ ما ما چه بخواهیم و چه نخواهیم از اون تاریخ و گذشتگان و تجارب و فرهنگشون در درازای زمان تاریخیمون نشأت گرفتیم و تأثیر پذیرفتیم با این تعبیر زال تجسم و عینیت یافته سن شناسنامه و تاریخی انسان در یک کالبد است گوش کنیم به داستان کنون گفتی یکی داستان به پیوندم از گفته باستان نگه کن که مرسام را روزگار چه بازی نمودهی پسر گوش دار نبودیچ فرزند مرسام را دلش بود جوگنده کام را نگاری بودن در شبستان اوی ز گلبرگ رخ داشت و از مشک موی از آن ماهش امید فرزند بود که خرشی چه رو برومند بود ز سام نریمان همو بار داشت ز بار گران تنش آزار داشت ز مادر جدا شد بر آن چند روز نگاری چو خورشید گیتی فروز به چهره چنان بود تابنده بند شید ولیکن همه موی بودش سپید پسر چونز ز مادر بران گونه زاد نکردند یک هفته بر سام یاد شبستان آن نام بر پهلوان همه پیش آن خورد کودک نوان کسی سام یل را نیارست گفت که فرزند پیر آمد از خوب جفت یکی دایه بودش به کردار شیر بر پهلوان اندر آمد دلیر که بر سام یل روز فرخنده باخت دل بدسگالان او کنده باد پس پرده تو در ای نام جوی یکی پور پاک آمد از ما روی تنش نقره سیم و رخ چون بهشت بر او بر نبینی یک اندام زشت از آهو همان کش سپید است موی چنین بود بخش تو ای نام جوی فرود آمد از تخت سام سوار به پرده در آمد سوی نوبهار چو فرزند را دید مویش سپید ببود از جهان سر به سر ناامید سوی آسمان سر برآورد راست ز داد فریاد خواست که ای برتر از کژی و کاستی بهی زان فضایت که تو خواستی اگر من گناهی گران کرده ام وگر کیش آهر من آورده به پوزش مگر کردگار جهان به من بر ببخش در نهان بپیچد همی تیر جانم ز شرم بجوشد همی در دلم خون گرم چو آگند و پرسند گردن کشان چه گویم از این بچه بد نشان چه گویم که این بچه دیو چیست پلنگ و درنگ است و گر نه پریست از این ننگ بگذارم ایران زمین نخواهم بر این بوم و بر آفرین بفرمود پس تاش برداشتند از آن بوم و دور بگذاشتند به جایی که را خانه بود بدان خانه این خورد بیگانه بود نهادند بر کوه و گشتند باز برآمد بر این روزگاری دراز چنان پهلوان زاده بیگناه ندانست رنگ سپید از سیاه پدر مهر و پیوند بفگند خار جفا کرد بر کودک شیر خار یکی داستان زد بر این نر شیر کجا بچه را کرده بود شیر سیر که گر من تو را خون دل دادمی سپاسیچ بر سرد ننهادمی که تو خود مرا دیده و همدلی دلم بکسلت گرز من بکسلی چو سیمور را بچه شد گرسنه به پرواز بر شد دمان از بنه یکی شیر خاره خروشنده دید زمین را چو دریای جوشنده دید زخاراش گهواره و دای خاک تن از جام دور و لب از شیر پاک به گردندرش تیر خاک نژند به سربرش خورشید گشته بلند پلنگش بودی کاشکی مام و باب مگر سایه یافتی زافتا فرود آمد از ابر سی مرغ و چنگ بزد برگرفتش از آن گرم سنگ ببردش دمان تا به البرز کوه که بودش بدانجا کنام و گروه سوی بچگان برد تا بشکرند بدان ناله زار او ننگرند ببخشود یزدان نیکی دهش کجا بودنی داشتن در بابش نگه کرد سیمرغ با بچگان آن خرد خون از دو دیده چکان شگفتی بر او برف گندند مهر بماندند خیره بدان خوب چهر شکاری که نازکتران برگزید که بیشیر مهمان همی خون مزید بدین گونه تا روزگاری دراز برآورد داننده بکشاد راز چون کودک خورد پرماگه گشت بر آن کوه بر روزگاری گذشت یکی مرد شد چون یکی زاد سرب برش کوه سیمین میانش چو غرب نشانش پراگنده شد در جهان و نیک هرگز نماند نهان به سام نریمان رسید آگهی از آن نیک پی پور با فرهی شبی از شبان داغ دل خفته بود ز زمان زمانه برا شفته بود چنان دی در خواب که از هندوان یکی مرد بر تازی اسب دوان و را مجده دادی به فرزند او بران برز شاخ برومند او چو بیدار شد موبدان را بخاند از این در سخن چند گونه براند چه گفتن در این داستان خردتان بر این هست هم داستان هران کس که بودند پیر و جوان زبان برگشادند بر پهلوان که بر سنگ و بر خاک شیر و پلنگ چه ماهی به دریا و درون با نهنگ همه بچه را پرورانندند ستایش به یزدان رسانندند تو پیمان نیکی دهش بشکنی چنان بیگنه بچه را بفکنی به یزدان کنون سوی پوزش گرای که او است بر نیکوی رهنمای چو شب تیره شد رای خواب آمدش از اندیشه دل شتاب آمدش ممنون از شما یاران که تا اینجای داستان همراه ما بودید. در قسمت بعد ادامه داستان زال رو خواهیم شنید و بیشتر از سیمرغ و زال و خرد خواهیم گفت. شاد و پیروز باشید و تا قسمت دیگر بترود.